با سلام بر شما، من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه وقت فراموشی نیست در خدمت شما هستم. حتما شنیده یا خوندید که این روزها منشور کوروش بزرگ میهمان مردمان امریکاست برای مدت 9 ماه. مردمانی که تمام این سالهای گذشته با حاکمینی در ایران روبرو بودن، با رهبرانی روبرو بودن که جز رنج و شکنجه و زندان و خشونت و دیکتاتوری با مردم خودشون، با مردم سرزمینی که بر اون مسلط بودن نداشتن. حالا دارن از نزدیک فرمان مهمترین رهبر سیاسی این سرزمین رو در تاریخش میبینن که با یک تفاوت 2500 ساله از چیزهایی میگه که در مفاد اعلامیه حقوق بشر پیدا میشه. فرامینی که در واقع برای ما ایرانی ها حسرت آوره و علاوه بر این در خیلی از سرزمین هایی که مثل ما هستند مردم برای داشتنش آه میکشن. چیزهایی مثل آزادی مذهب، مثل آزادی مکان، مثل نبود تبعیض، مثل شادمانی، مثل حذف بیگاری، خیلی از این چیزها رو مردم بسیار دارن، بسیار در موردش حسرت دارن مردمانی تو دنیا. من لازمه که همینجا و باز هم برای چندمین بار که نوشت و گفتم بگم که کوروش بزرگ هم عزیز بودنش و هم بزرگ بودنش برای من و بسیاری دیگری که مثل من هستن، یعنی برای فرهنگ دوستانی که باورمند به حقوق بشر هستن، نه تقدسی داره، یعنی نه مثل پیامبر من نگاهش میکنم، نه برتری خونی در اون میبینم، نه از این که نامش در تورات و قرآن آمده به اون دلیل خاص اهمیتی داره برای امثال ما، نه به دلیل اینکه اولین امپراتور جهان، امپراتوری جهان رو تشکیل داده. البته خیلی از شاهان و بودند مثلا در دوران مصر که مصر باستان که شاهانی اونها هم داشتن، یا رومی ها و غیر و غیره، ولی اولین امپراتوری سازمان یافته جهان رو داشته کوروش. حتی به اون دلیل نیست که مورد تحسین و احترام من و امثال منه که باورمند به حقوق بشر هستیم، بلکه او به این دلیل قابل احترامه که یک رهبر سیاسی بوده که فرامینی رو صادر کرده که در زمانه خودش، نه تنها در زمانه خودش که اکنون هم کاملا با ارزشه، در ارتباط با حقوق انسان. و جالب اینه که ما میتونیم به عنوان ایرانی هم افتخار بکنیم به کوروش، برای اینکه میبینیم اون چی که او در زمانه گفته که چنین سخنهایی عجیب و غریب مینمود، هنوز هم این سخنان میتونه با ارزش باشه. خیلی ها، البته خیلی ها منظورم افرادی هم هستن که با بغض و نفرت میگن که کوروش جنگ کرده،
کشورگشایی کرده، در جنگ مردمانی را کشته، کشورهایی را تصاحب کرده. این افراد به نظر من حتی به تاریخ نگاه نکردن، یا اگر نگاه کردن اصلا نفهمیدن تاریخ چی میگه، چه بر سر جهان آمده. هیچ کسی نمیتونه بگه که در تاریخ قبل از دوران رنسانس، قبل از قرنهای 16 و 17 که در واقع بشر از شر فشارهای آسمانی کلیسا و غیر نجات پیدا کرد و سرنوشت خودش و خودش به دستش گرفت، تا وقتی که مسائل تغییرات عمده در ارتباط با زندگی انسان امروز، انسان بشر به عنوان موجودی که در کره زمین زندگی میکنه پیش اومد، شما هیچ رهبر سیاسی، هیچ شاه، اون موقع که اصلا رئیس جمهور هم نبوده، هیچ شاه، رهبری، حتی بسیاری از پیامبران رو پیدا نمی کنید که برای که جنگ نکرده باشن. جهان چنین بود. بگذاریم که همین الان هم خیلی از کسایی که ادعای دموکراسی دارند اهدافشون رو با جنگ پیش میبرند، ولی ما چنین کسانی رو پیدا نمی کنیم که جنگ نکرده باشند. حتی ما میبینیم مثلا آبراهام لینکلن که افتخار همین مردمان سرزمین امریکاست و بسیاری دیگر، که افتخارشون بر اینه که حذف بیگاری کرد، حذف بردهداری کرد، او هم جنگیده. و اگر ما بگیم که چون کوروش جنگیده پس قابل احترام نیست، این حرف بیهوده‌ایه، برای اینکه کوروش در زمانه ما زندگی نمی‌کرد. در این حال من از این آدم‌هایی که با اون بغض و نفرت صحبت می‌کنن راجع به کوروش می‌خوام بدونم که کدوم یکی از رهبران و شاهان و رؤسا بودند که فرمانی رو صادر بکنن که به طور صریح از این سخن بگه که مردم در مذهب خودشون آزادن، مردم در این که کجا زندگی کنن آزادن، مردم باید شاد باشن، مردم باید آرامش داشته باشن، مردم باید بابت کاری که میکنن مزد مناسب بگیرن. و اگر که چنین کسانی وجود داشته باشن، اونها رو هم باید سر تعظیم در مقابلشون فرود آورد. ما اگر که در واقع به تاریخ تکامل حقوق انسان نگاه بکنیم و تا امروز که ما انسان‌هایی هستیم که این شانس رو داشتیم که صاحب مفاد اعلامیه حقوق بشر رو از نزدیک ببینیم، میبینیم که مردمان در سراسر دنیا، یعنی از اون موقعی که انسان روی پای خودش ایستاده، دنبال این بوده که به چیزهایی برسه تو زندگیش، که در واقع این چیزها رو میشه اکنون به سه مورد خاص، مورد مهم تقسیم کرد، و اون آزادی، عدالت و صلح، که طبعا مردم اینها رو برای این میخوان که راحت زندگی کنند، شاد زندگی کنند، تبعیضی نداشته باشند، خشونتی نباشه، و بسیاری از چیزهایی که در دل این سه مفهوم بسیار مهم شریف انسانی وجود داره. من این سه مورد رو ما دیدیم که در متن‌هایی که اندیشمندان، مصلحان، فلاسفه وجود داره، حتی شعرا، نویسندگان، اینها خاص‌های انسان‌هایی بوده در سراسر تاریخ که دوست داشتن مردمان صاحب این نوع چیزها بشن. اما وقتی من میگم سندی مثل منشور کوروش تا همین قرنهای اخیر نبوده، منظورم رهبران سیاسیه که فقط از
رهبر بودن جنگ و خشونتشو داشتن و هیچ چیز دیگه‌ای برای مردمان باقی نگذاشتن. به هر حال اون چی که مسلمه ما میتونیم در طول تاریخ موارد کمی رو که این فرامین سیاسی به وجود اومده برای انسان‌ها بگیم. مثلا یکیش قوانین تغییر یافته در انگلستان به نفع مردم که پس از انقلاب 1688 بوده، لغو بردهداری به وسیله لینکلن بوده که بعد از جنگ‌های داخلی بوده و در واقع نشست‌هایی که نمایندگان و اندیشمندان فرانسوی پس از انقلاب فرانسه و اون کشدارها برای اینکه بتونن یک مجموعه قوانینی رو آماده کنن که قبل از این که یعنی راهگشایی باشه برای قانون اساسیشون و طرحهایی رو در واقع مطرح کردن که بعد همون طرحها به شکل درست و سازمان یافته و منظمی در میاد و شکل میگیره که به صورت مفاد اعلامیه حقوق بشر در میاد و ما دیگه جز اینها در واقع سندهای مهم سیاسی نداشتیم که نگاهش به آزادی و عدالت و صلح باشه. اکنون آمریکایی‌ها و مردمانی که در آمریکا هستند از نزدیک با منشوری آشنا میشن، با منشوری روبرو میشن که این منشور متعلق به ماست، اما به قول گردانندگان موزه بریتانیا اینها فقط متعلق به ما نیست، متعلق به بشریته. برای اینکه در هر کجایی که شما راجع به این منشور نگاه بکنید و بخونید، حتی در متن‌هایی که در موزه بریتانیا نوشته شده در ارتباط با منشور می‌بینید که به چیزهایی در اون اشاره می‌کنن که قابل احترامه و ما به طور قطع باید مغرور باشیم به اینکه این منشور از مهمترین رهبر سیاسی سرزمینمون بوده. مردمان بسیاری میگن خب این مربوط به گذشته است و چون مربوط به گذشته است و زمان باستانه، خب به ما چه مربوطه؟ الان رو ما باید داشته باشیم. بله، طبیعیه که در دنیا چیزهایی بوده که در زمان خودش ارزشمند بوده، در زمان خودش اهمیت داشته، در زمان خودش تونسته مردم رو یک قدم یا قدمهایی به پیش ببره، اما اکنون دیگه برای زمانه اکنون دیگه اهمیتی نداره یا اینکه نمیشه از اون استفاده کرد. مثلا یکی از نمونه‌هاش قوانین مذهبیه. قوانین مذهبی در زمانه خودش، یعنی اون موقعی که پیامبران این قوانین رو، این فرمانها رو گفتن و ضروری دانستن، برای مردم اون زمان بسیار، برخیشون بسیار هم پیشرفته بوده. ولی الان وقتی ما میذاریم جلومون میگیم این چگونه میشه مثلا تفاوت این باشه که حالا فرضاً مثلا در اسلام بردهداری لغو نشده، فقط گفتن برده ها رو باهاش مهربون باشین، ولی الان ما نمیتونیم بگیم که با برده ها فقط مهربون باشین، برای اینکه در زمانه ما اصلا بردهداری نه تنها غیر قانونیه بلکه یه عمل بسیار زشت و کریهیه. در حالی که اون چی که فرامینی هست که امروز هم میشه اونها رو بهش استناد کرد، حتی بروزش کرد، راجبش حرف زد و قابل احترام باشه، حتی به نظر من میتونه به تجربیات بشری کمک کنه که چگونه مردمانی 2500 سال پیش
از میونشون یه شخصیتی آمده بیرون که این شخصیت این حرفا رو زده. خب زندگی اون مردم قابل بررسیه که ببینن چه تفاوتی در اون موقع مثلا با مردمان مصر بوده یا یونان بوده یا چین بوده که این مردم به یک همچین پیشرفت ذهنی رسیده بودن. خب این رو میشه روش کار کرد و بحث کرد راجبش. در این حال من اعتقاد دارم حتی تجربیات یعنی سنت‌هایی که زیبا نیستند، زشت هستند و اونها هم میتونن به تجربیات بشری کمک کنن و خب جاشون توی موزه ها و کتابخونه ها خواهد بود. اکنون ما شانس این رو داریم، ما ایرانی هایی که در آمریکا هستیم شانس این رو داریم که بریم و در موزه هایی که این منشور رو به نمایش میگذارند از 9 مارس، از چند روز بعد این شروع میشه از واشنگتن نمایش منشور، ما بریم و با سینه های سپر شانه های بالا گرفته سرفراز به این منشور نگاه کنیم. درست من همیشه میشنوم وقتی مثلا آقای احمدی نژاد میاد به امریکا، مردم تا اونجایی که ممکنه، کسانی که با غیر ایرانی ها تماس دارن و ایشون میاد روی صفحات تلویزیون حرفای عجیب و غریبی میزنه، مردم سعی میکنن یه جوری خودشونو جمع جور کنن که نچسبن به این مسئله، ربطی پیدا نکنن با آقای احمدی نژاد، که خجالت نکشن، به خصوص جوانهایی که در اینجا در دانشگاه ها اینا هستن. اما الان ما میتونیم بریم و به راحتی حتی به دوستان آمریکاییمون، به فامیل آمریکاییمون و غیره و غیر آمریکایی‌ها بگیم که برین منشور رو ببینید و برید ببینید که در این منشور در 2500 سال پیش در مورد انسان، حقوق انسان، در مورد عدالت، در مورد بردهداری و حذف بردهداری چه ها نوشتن. منشور کوروش بزرگ در 5 شهر عمده آمریکا به نمایش گذاشته میشه، از 9 مارس تا 2 دسامبر در واشنگتن و از 20 جولای تا 4 آگوست در نیویورک موزه متروپولیتن، از 9 آگوست تا 22 سپتامبر در سان فرانسیسکو موزه هنرهای آسیاست و از 2 اکتبر تا 2 دسامبر در لس آنجلس. در هوستون هم، بله در هوستون هم هست، من الان اینجا نمی بینم، ندارم چه تاریخیه و حتما هفته آینده براتون این تاریخ ها رو تکرار میکنم، ولی اولین اهالی واشنگتن و تمام اون منطقه خوش به حالشون که از 9 منشور در شهر اونها زندگی میکنه. من در اینجا در این وقتی که دارم میخوام 3 بند از اون چیزی که در منشور کوروش هست، در همین استوانه کوچکی که خواهید دیدش به زودی یا قبلا هم دیدید و دوباره خواهید دید، از فرامین کوروش و میخوام این 3 بند رو فقط، حالا به چیزهای دیگه کاری نداریم، که از زبان که به زبانهای مختلف از جمله به زبان فارسی ترجمه شده،
براتون بیارم و اون رو با اعلامیه جهانی حقوق بشر با 3 ماده از اعلامیه حقوق بشر مقایسه کنیم. فرمان کوروش در ارتباط با بردهداری و بیگاری، یعنی کار بدون مزد که اون موقع خیلی متداول بود و تا همین یکی دو قرن گذشتم تو دنیا، تو همین آمریکا هم متداول بود، میگه که من شهر بابل، یعنی سرزمینی رو که فتح کرده بود، نه اینکه حتی سرزمین خودش رو، سرزمین دیگران رو، من شهر بابل و همه دیگر شهرهای مقدس را در فراوانی نعمت پاس داشتم. درماندگان را که به بیگاری کشانده بودند از درماندگی و بیکاری برهانیدم. اعلامیه حقوق بشر میگه که در مورد بردگی، هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت. بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشند ممنوع است. کوروش در مورد آزادی محل سکونت میگه همگی آن مردم را که پراکنده بودند، توی پرانتز آوار و تبعیدی منظورش بوده، فراهم آوردم و آنان را به جایگاه های خیش بازگردانیدم. اعلامیه حقوق بشر در مورد آزادی سکونت در ماده 13 خودش میگه هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. هر شخصی حق دارد هر کشوری را از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خیش بازگردد. کاری که ما نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم به کشورمون برگردیم، نه خیلی ها میتونن از اونجا بیان بیرون. منشور کوروش در مورد ممنوعیت شکنجه 2500 سال پیش میگه که سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام برمیداشتند، من نگذاشتم کسی در جایی در تمامی سرزمین های سومر و عکد ترساننده باشند. اعلامیه حقوق بشر در مورد ممنوعیت شکنجه و آزار در ماده 5 میگه هیچ کسی نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. به نظر من این بندها و شباهت بدون تردیدش به اعلامیه حقوق بشر نشان دهنده اهمیت منشور کوروشه، اون هم اهمیتی که 2500 سال پیش با این تفاوت به این بلندی تا امروز پیش اومده. جالبه که تا همین چند وقت پیش، یعنی 2.5 سال پیش، تصور میشد که منشور کوروش فقط همینه. البته یه تکه از اون هم که کنده شده و یه تکه هم در آمریکا هستش و یه کپی هم در سازمان ملل هستش، ولی در 2.5 سال پیش موزه بریتانیا اعلام کرد که تکه های گم شده منشور کوروش پیدا شده و متوجه شدن که این منشور به شکلی بوده مثل الان که مثلا اعلامیه منتشر میشه. اون موقع این فرمان کوروش رو گفته بودن که در شکلهای مختلف روی نمیدونم سوم اسب، روی گل، روی چیزهای مختلف چرم، اینها رو هک کرده بودن و در کشورهای مختلفی که در اون موقع در ایران بود و حتی کشورهایی که
در جاهای دیگه مرز بیرون مرزهای ایران بود وجود داره و این نشون میده که در واقع تأیید میکنه بر درستی فرمان کوروش. و جالب اینه که در این تکه های گمشده کوروش هم که پیدا شده در دو سه سال گذشته، باز هم تأکیدش بر آزادی مذاهب بوده و این جالبه که درست در زمانی که ما در بدترین سرزمین ما در بدترین شرایط موجود قرار داره و ما زیر فشار شدید تبعیض‌های فرهنگی و مذهبی و سیاسی و جنسیتی وجود هستیم، این تکه ها از مهمترین رهبر تاریخ سرزمینمون پیدا بشه، درست همزمان خیلی جالبه پیدا بشه و به ما یادآوری کنه که ما میتونیم انسانهایی باشیم که بدون تبعیض زندگی کنیم و میتونیم سرزمینی داشته باشیم که سرشار از آزادی و آرامش و صلح و دوستی باشه. به امید اون روز و بشتابیم، کسانی که در آمریکا هستن بشتابیم برای دیدار منشور کوروش بزرگمون.